سر خط خبرها. هشدار وزارت صحت به خانواده هایی که در فکر داشتن فرزندند. ویروس کرونا برنامه باردار شدن را هم زیر تاثیر برده است. حامله‌دار خزی نسبت غیر حامله‌دار و خزو تا بغوق مرض شدید ده. نزدیک به 20 کشته در درگیری نیروهای امنیتی و طالبان در شهرهای کابل جلال آباد. طالبی که تازه از زندان رها شده بود امروز نیروهایش را در برابر نظامیان کشور رهبری میکرد. کاری رو حالا آقا کسو چی سو وخمخ که در زمن در مابسون را بیت اخلاص شد. فعالیت های مشترک طالبان با چند گروه دیگر در ولایت همجوار پایتخت. از خطر سقوط غزنی هنوز هم کاستن نشده است. در ها گروپ توریستی دیگه مانند جیش محمد و طالبا در غزنی هم مشاهده میشن. دوستان عزیز، آمریکا رو قدر قدرت ندانیم. و تهران اقدام های زورمندانه اقتصادی را با قوت پاسخ خواهد داد. خط و نشان جواد ظریف با واشنگتن. درود، با مهمترین های خبر از یک با من نسیم جوینی خوش آمدید. مشروع خبرها. وزارت صحت در همکاری با اداره ملی احصایه و معلومات سروی را راه اندازی کرد که بر بنیاد آن تا دو هفته دیگر آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در کشور مشخص شود. وزارت صحت میگوید در این سروی در کنار گردآوری معلومات از آزمایش سریع هم کار گرفته می شود. این وزارت به عنوان باردار را در برابر کرونا بیشتر آسیب پذیر می داند و از شهروندان کشور می خواهد که تا برچیده شدن این ویروس از کشور و داشتن فرزند تصمیم نگیرند. همزمان با این گزارش ها از قندهار می رساند که دستگاه های تنفس مصنوعی در این ولایت تا هنوز فعال نشده است، آنچه عامل بیشتر مرگ های ناشی از کرونا در این ولایت دانسته می شود. همکارم شکیب مولوی زاده جزئیات می دهد. تلاش وزارت صحت برای دریافت آمار مبتلایان کرونا و فوتی های ناشی از آن. وزارت صحت از آغاز سروی به این منظور خبر می دهد. سروی که در آن در کنار گردآوری معلومات از خانواده ها در ولایت های مختلف نمونه گیری سری هم صورت می گیرد. تست سری را انجام می دیم تا ما ببینیم که در خون ای کسایی را که ما از او معلومات جمع آوری می کنیم آیا انتیبادی های کووید یا کووید 19 موجود هست یا نیست. از این ما یک تصویر خوبتر را پیدا کرده می تانیم که در افغانستان حالت کرونا چقدر هست، چقدر مردم مصاب شدند و در آینده باید چی پلان گذاری شود. این وزارت با عنوان باردار را بیشتر در برابر کرونا آسیب پذیر می داند و خواستار ایجاد وقفه در ولادت ها تا پایان موجودیت کرونا است. خوینده او منده چه کم خونی لری طول و کم خون و خلکو که دی کرونا مرض دیر شدید ده. او یو بل عامل دام که دایشی چه حامله دار خزه نسبت غیر حامله دار و خزو تا پوغو که مرض شدید ده. بر بنیاد آمار وزارت صحت 78% کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در کشور مردان و 22% بانوان هستند و بیشتر مبتلایان به کووید 19 هم 21 تا 30 سال سن دارند. همزمان با این نبود و کمبود دستگاه تنفس مصنوعی که همواره با انتقاد به همراه بوده حالا در قندهار جنجالی شده است. مسئولان در این ولایت میگویند حتی یک دستگاه از 7 دستگاه تنفس مصنوعی در این ولایت به دلیل فنی فعال نشده و در این زمینه از مرکز درخواست کمک کردند. پنزو ماشین له جملې څخه چې مخکې تر دې کرونا ور کول سی او هغه د استلاک سره مخ دي، یعنی یو خدای چې هغه زړه ټکنالوژي د بلداري چې هغه استلاک دی نږدې دي، یعنی په مجموع کې موږ په کندهار ولایت کې وینټیلیټرونه ضرورت لرو. تواتر غوښتنې مو هم سوي دي چې دا وینټیلیټر ماشینه نورم ډیر سي چې د امیر روغتیا وزارت له لوري د امکاناتو مطابق ډاډ راکول سوي دي او هیله من دي چې د وینټیلیټر ماشینه نستونزه را ته حل سي. نمایندگان قندهار در مجلس باور دارند که غیر فعال ماندن دستگاه های تنفس مصنوعی عامل اصلی شماری از فوتی های ناشی از کرونا در این ولایت است.
کندهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په درو لوړو ولایتونو کې راځي. هرات، کابل او کندهار چې ډېر تلفات لري او ډېر خلک په کرونا باندې اخته دي. په ډېر تاسف سره چې تر اوسه پورې یو وینچلیټر هم په کندهار کې وجود نه لري. در حالی که کرونا هنوز هم یک تهدید جدی دانسته می شود و تنها در 24 ساعت پسین 34 قربانی گرفته است و 239 نفر هم به شمار بیماران افزوده شده، جدیت شهروندان به این موضوع با گذشت هر روز کمتر می شود. حکومت 1000 زندانی باقی مانده طالبان از میان فهرست 5000 نفری این گروه را با در نظر داشت مرحله های قانونی و حق العبدی آزاد خواهد کرد. ریاست جمهوری میگوید که با توجه به کاهش خشونت ها از سوی طالبان، حکومت روی رهایی این 1000 زندانی دیگر تصمیم نهایی خواهد گرفت، نه بر اساس گشت طالبان. اما یک منبع آگاه به تلویزیون یک میگوید که با جنجالی شدن آزادی زندانیان باقی مانده طالبان، دفتر سیاسی این گروه فهرست تازه از زندانیانش را برای رهایی به حکومت تسلیم خواهد کرد. جواد تیموری جزئیات میدهد. جنجال بر سر رهایی 1000 زندانی باقی مانده طالبان. حکومت تاکنون 4015 زندانی طالب را بر اساس فهرست 5000 نفری این گروه آزاد کرده. در مقابل طالبان هم نزدیک به 700 زندانی منصوب به حکومت را. چالش اصلی اما رهایی 1000 زندانی باقی مانده طالبان است که گفته می شود در حمله های خونین بر غیر نظامیان دست داشته و همچنین برخشان پرونده های حق العبدی دارند. ریاست جمهوری می گوید که این زندانیان پس از طی مراحل قانونی و با در نظر داشت مسئله حق العبدی آزاد خواهند شد، نه بر اساس گشت‌زد طالبان. توقع ما ای از طالبان این است که بر ما گشت‌زد کنند که فلانی 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 او رها شد. اما به هر حال یک بحث مهم است، بر ما قوانین ما بسیار مهم است، خواست مردم مهم است، حقوق شهروندی و حق العبدی بسیار مهم است و به ویژه قوانین ما اهمیت خاص را دارد در این که صلاحیت عفو جرم و چگونگی رهایی از اینا را به حکومت مشخص بسازم. این را میماریم برای که تصمیم گرفته شود. اما یک منبع آگاه به تلویزیون یک میگوید که پس از جنجال‌ها بر سر رهایی زندانیان باقی مانده طالبان، دفتر سیاسی این گروه در قطر فهرست تازه‌ای از زندانیانش را به کابل خواهد فرستاد. سخنگوی طالبان اما حکومت را به مانع تراشی در برابر روند گفتگوهای میان افغانان متهم می‌کند. هیئت تکنیکی طالبان با هیئت تکنیکی دولت افغانستان مشترکاً دوسیه این محبوسین را بررسی می کند تا معزلی به پیش آمده را مرفوع سازد. هرچند رهایی زندانیان اصلی ترین صد آغاز گفتگوهای میان افغانان خوانده می شود، اما طرف حکومت افغانستان هم دیگر آمادگی های لازم را برای این گفتگوها نگرفته است، چنانچه حتی از معاونان شورای عالی مصالحه تا کنون خبری نیست. اصلی موضوع ده حکومت سره ده و خپل چه حکومت پرست که رئیس جمهور دی مسائل ټول دغه سره دی چې هغه ته دی قناعت ورکړ سي او دی یو تفاهم ته طالبانو امریکایان او حکومت رئیس جمهور دی ته ورسیږي. با این حال قرار است عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه برای تسریع روند صلح به زودی به پاکستان برود، کشوری که بیشترین نفوذ را بر طالبان دارد و همیشه متهم به پناه دادن به رهبران و جنگجویان این گروه می شود. منافع مشترک بین کشورهای منطقه که در جنگ افغانستان یا در جنگ نیابتی افغانستان دخیل هستند ایجاد بکنند. هر زمانی که فضا مساعد شود و هر زمانی که اینا منافع مشترک خود را ببینند و جنگ خاتمه خواهد. قرار بود گفتگوهای میان افغانان تنها 10 روز پس از امضای توافقنامه امریکا و طالبان آغاز شود. حالا که ماها از این توافقنامه می‌گذرد و حتی مانع‌های فراروی آغاز این گفتگوها حل نشده، معلوم نیست که جریان خود گفتگوهای میان افغانان چقدر زمان خواهد برد. یکی از زندانیان تازه آزاد شده طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی در شاهراه کابل جلال آباد زخمی و 16 جنگجوی دیگر این گروه کشته شدند. رئیس امنیت ملی لغمان میگوید که
قاری روح الله یکی از زندانیان تازه آزاد شده طالبان مسئولیت ناامنسازی این شاهراه را گرفته و صبح امروز با جنگجویانش بر نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی قرغی حمله کردند، اما با پاسخ کوبنده نیروهای امنیتی روبرو شدند. فاصله کوتاه زندان تا میدان جنگ برای زندانیان تازه آزاد شده طالبان. شاهراه کابل جلال آباد در مربوطات ولسوالی قرغی لغمان صبح امروز گواه درگیری شدیدی میان طالبان و نیروهای امنیتی بوده است. جسد دست کم 10 جنگجوی طالب در میدان نبرد باقی ماندند. فرمانده این جنگجویان کشته شده اما فردی است که به تازگی از زندانی در کابل آزاد شده. به گفته رئیس امنیت ملی لغمان، قاری روح الله به محض آزادی از زندان با عنوان فرمانده گروهی از جنگجویان طالب گماشته شده که مسئولیت ناامنسازی شاهراه کابل جلال آباد را به دوش دارد. قاری روح الله هغه کس و چې سو وخت مخکې د زمند مابسون را به تخلاص شو، موږ سره تعهد هم کړی چې بیا د دشمن سپونو ته نه ځي، ولی بیا بدبختانه هلته تللی او د لارې د نامنه کېدو دپاره خپل بادارانو تواده ورکړی وه چې زه به دا لاره نام نه کوم او په دغه لاره چې زمونږ ستاسو عامه خلک ځي دوی ته به تکلیف پیدا کېږي. این درگیری 16 کشته و 6 زخمی بر دوش جنگجویان طالب گذاشته. زندانی تازه آزاد شده طالبان هم در جمع 6 زخمی این گروه است. لس جسد دلته راغلی، شپږ جسد په میدان کې پاتې دي او شپږ نور زخمیان دي. دا گروه د قاری روح الله. برگشت دوباره زندانیان طالب به میدانهای نبرد مهر تاییدی است بر نگرانی ها از شعله ور شدن دوباره کشت و خون در سراسر کشور. دغه واقع د موږ د وسرال ځواکونه سي ډیر زیات منګه هله من نه دي دوی دغه وعده ته موږ باور کړو لوي وزنه لته دغه ده موږ خو سي کو به د زیام ته بیان جنگ سره داخلي یو را دا باید دوی ته پانچ چې پاینده کې شهرات اونوزی ولسوالګانو مسیروت اونوزی دغه دوی ته غټ پاندای عبرت باید دغه تلفات نه دوی. آزادی زندانیان طالبان یکی از پیش شرط‌های این گروه برای آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان است، اما نگرانی‌ها در کابل بر این است که طالبان اراده‌ای برای صلح ندارند و با اطمینان از خروج نظامیان خارجی در صدد تقویت بیشتر صفوفشان و سرانجام رسیدن به قدرت از راه زورند. اعضای کابینه احتمالاً تا 2 هفته دیگر تکمیل خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهوری میگوید تاکنون فهرست نامزد وزیران مورد نظر سپیددار به ریاست جمهوری نرسیده. از همین رو معرفی عضوهای کابینه به تأخیر افتاده است. او احتمال میدهد که این فهرست تا 2 هفته دیگر پیش از رخصتی تابستانی عضوهای مجلس و یا هم بیشتر از آن تکمیل شود. تأخیر در معرفی نامزد وزیران برای گرفتن رأی به مجلس با انتقاد تند نمایندگان مردم روبرو شده است. شماری از عضوهای مجلس میگویند که کمتر از 2 هفته به رخصتی تابستانی مجلس باقی مانده، اما هنوز سرنوشت کابینه ناروشن است. دی کابینه دیلان اولسی جرگی تا دی معرفی که دو خبری تو زلا گرمشوی خلا هم طول اداره سرپرستان اداره کوی. په داس حال کې چې هواد د سیاسي او اقتصادي پلو په بحران کې دی، ای ډاکټر صاحب معزز امي توانایی را ندارن کې 24 وزیر معرفي کنن. برخی از عضوهای مجلس به این باورن که ادامه سرپرستی حکومت را نه تنها با چالش روبرو میکند، بل سرپرست وزیران به کارهای غیر قانونی نیز دست میزنند. تمام روز منفکی ها دارن، تمام روز مامورین را به سرنوشت کرده و حتی دیگه مامورین به تشویش هستن که ما را امروز یا فردا ما را به سرنوشت میسازن. برخی از نمایندگان هم ادعا دارن که حکومت با هیئت اداری مجلس توافق کرده که نامزد وزیران بعد از رخصتی به مجلس فرستاده شود. اما رئیس مجلس تاکید میکند که نامزد وزیران باید پیش از 2 هفته به مجلس فرستاده شود. چندین بار است که بالای حکومت صدا میکنیم کار چاجل کابینه را معرفی نماید که متاسفانه تا حال معرفی نشده و یک بار دیگر بالای حکومت صدا میکنه که کابینه را هر چه زودتر معرفی نماید. ریاست جمهوری نیز احتمال معرفی نامزد وزیران پس از رخصتی تابستانی مجلس را رد نمیکند. با گفته سخنگوی رئیس جمهوری، آقای عبدالله هنوز فهرست نامزدان مورد نظرش را به ریاست جمهوری نفرستاده است. سپهدار اما در مورد این تأخیر چیزی نمیگوید. هدف ما این بود که هر چه زودتر
ما فهرست کابینه را با آنها شریک بسازیم. خب فهرست ما آماده شد، شماره را که نامزد شدن اون آماده است، اما از طرف منتظر دکتر سیب عبدالله بودیم که اونا هم فهرست خدا با ما شریک بسازه. اگر قبل از تعطیلاتشان با ما شریک ساخته شود، ما چرا نه این کار خواهیم کرد. اگر خب یک روند است، امکان داره که طول بکشه. هرچند بر اساس قانون سرپرست وزیران نمیتوانند بیش از دو ماه سرپرست بمانند، اما از توافق سیاسی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله 51 روز میگذرد و هنوز حتی نصف عضوهای جدید کابینه تکمیل نشدند. در همین حال در نشست امروز کابینه تصویب شده که برای هر ولایت یک معاون بانو گماشته شود. نشانی های از فعالیت های مشترک گروه طالبان با شبکه های داعش، القاعده و جهش محمد در غزنی وجود دارد. فرماندهان نظامی در ولایت غزنی میگویند اطلاعات آنان نشان میدهد که گروه های طالبان، داعش، جهش محمد و شبکه القاعده فعالیت های مشترکی را در غزنی روی دست دارند. ظاهرا طالبان برای سقوط شهر غزنی برنامه ریزی دارند. برنامه‌ای که جنگجویان گروه داعش، جهش محمد و شبکه القاعده فرماندهان نظامی طالبان را در این کار یاری می‌رسانند. مقام‌های محلی و فرماندهان نظامی نیروهای امنیتی افغان در ولایت غزنی می‌گویند اطلاعات آنان نشان می‌دهد که این گروه‌ها در هماهنگی با یکدیگر فعالیت‌هایشان را برای سقوط شهر غزنی متمرکز ساختند. به گفته اینان رابطه طالبان با سایر گروه‌های حراس افغان هیچگاه قطع نبوده و تحرکات آنان در این اواخر بیشتر شده است. یک پیوند ناگزستنی بین گروه‌های تروریستی خارجی مانند القاعده، داعش و ده‌ها گروه تروریستی دیگه مانند جیش محمد و طالبان در غزنی هم مشاهده میشه و هم عوامل و عناصر نفوذیشان در اینجا وجود دارد. همزمان با این شمار از مقام‌های محلی و فرماندهان نظامی در ولایت غزنی برای بررسی وضعیت امنیتی ولسوالی‌های مقر و جاغوری با باشندگان آن دیدار و گفتگو کردند. این مقام‌ها به مردم تعهد می‌کنند که در تأمین امنیت این دو ولسوالی به گونه جدی اقدام خواهند کرد. په مختلف سکتورونو کې پنکشاپی برخه کې د حکومتدارۍ په برخه کې د امنیت په برخه کې درلود هغه یې موږ سره شریک کړل او ان شاء الله موږ ته متحد او ژمن یو چې د دې دغه ستونزو ته به د حل لارې ګورو. باشندگان غزنی از نبود امنیت شاکیان. خیلی ناامن است. در همین هفته و هفته گذشته سه نامه از طالبان آمده برای مردم که بیاین رزردالو تا مذاکره کنه. دلتا امنیتی وضعیت هیچ کنه ده هر ورز و دشپی لمالی دیز یا جنگونه وی و امنیتی سرتیری هم بعض وقت لدی روزیت و مشکلات سر مخامخ کیدی. نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت امنیتی در غزنی در حال بالا می گیرد که چند پیش رحمت الله نبیل رئیس پیشین اداره عمومی امنیت ملی گفته بود که طالبان در هماهنگی با سایر گروه های حراس افغان قصد دارند ولایت غزنی را سقوط دهند. حزب حرکت اسلامی در چهارمین سالیاد درگذشت سید حسین انوری رهبر پیشین این حزب برای 500 خانواده نیازمند مواد خوراکی کمک کرد. مسئولان در حزب حرکت اسلامی میگوید هدفشان دستگیری خانواده های نیازمند و خودداری از مصرف های گزاف بوده است. از چهارمین سالیاد درگذشت سید حسین انوری رهبر پیشین حزب حرکت اسلامی امروز در کابل گرامی داشت شد. به گونه‌ای که به جای مقام‌های حکومتی و چهره‌های سیاسی، خانواده‌های شهیدان و نیازمندان دعوت شدند. حزب حرکت اسلامی پل‌هایی را که سال‌های پیش مصرف برگزاری مراسم سالیاد سید حسین انوری می‌کرد، امسال برای 500 خانواده شهیدان و نیازمندان مواد خوراکی خریده است. با تعداد 500 خانوار را شناسایی کردیم در همین مدت یک ماه گذشته. دیگه کسایی که توهی دست بودن و از شغل خود از دست داده بودن درآمد نداشتن، دیگه با تعداد 500 خانوار دیگه و اقلام که ما مساعدتی که کمک کردیم شامل برنج است، روغن است، آرد است. شمار از خانواده های شهیدان و نیازمندان که از این کمک ها دریافت کردن از این اقدام حزب حرکت اسلامی استقبال میکنن. خوشبین هستیم به خاطر که ما کارگر نداریم، در خانه موفق هستیم که کارگر نداریم، شوهرم فلج هستم،
همون به اصطلاح اینی بر ما خوشوقتی است که داشی برسم. از دیگه مقامم خوشمند هستیم که میتو با مردم بی‌بضاعت کمک کنه. حزب حرکت اسلامی میگوید به هدف دستگیری از خانواده های نیازمند و نیز خودداری از مصرف های گزاف این طرح را پیش گرفته است. امید داریم که انشاءالله عزیزان دیگه ای که مطمئنن چند تا سالیاد شخصیت های ملی ما پیش رو است، ای عزیزانم امی برنامه و امی طرح را مثال قرار داده و امی مشی را انشاءالله تعقیب بکنن که بتانیم حد اکثری دست مردم خود را، دست قشر پایینی جامعه را گرفته باشیم. سید حسین انوری در سال 1335 در پروان زاده شد و در سال 1356 مکتب را به پایان رسانید. او در سال 1357 با مجاهدان پیوست و همزمان فعالیت‌های حزبیش را با حزب حرکت اسلامی افغانستان آغاز کرد. انوری در سال 1395 بر اثر بیماری در بیمارستان در دهلی نو درگذشت. با شیوع ویروس کرونا استفاده از آب در کابل چند برابر افزایش یافته است. مسئولان در اداره آبرسانی میگوید که در 3 ماه پسین 1.5 میلیون متر مکعب آب را برای پایتخت نشینان توزیع کردند. بر اساس آمارها میزان استفاده از آب با شیوع ویروس کرونا به گونه بی پیشینه در کابل افزایش یافته است. شرکت آبرسانی دولتی کابل میگوید که در 3 ماه پسین 1.5 میلیون متر مکعب آب به مردم رسانیدند. خدمات آبرسانی رو و تولید و توزیع آب ما بیشتر ساختیم. ما بیش از 1.5 میلیون متر مکعب تنها در شهر کابل تولید و داشتیم و توزیع داشتیم. اما در کنارش ما میخوایم که بگویم که متاسفانه مردم کمتر حمایت کردن و از پول صرفی آبشان رو نپرداختن. آنچه که سبب نگرانی ها در مورد احتمال کاهش آبهای زیرزمینی شده است. باورها بر این است که در کنار استفاده بی‌رویه از آب، افزایش جمعیت و آفر چاه‌های عمیق، حالا ویروس کرونا هم سبب شده تا میزان آب‌های زیرزمینی کاهش یابد و در آینده نچندان دور سبب پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی شود. شماری از شرکت‌های خصوصی آبرسانی از افزایش استفاده بی‌پیشینه آب آشامیدنی همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور سخن می‌زنند. وزیر آقا حبیبی رئیس اجرایی یکی از شرکت‌های خصوصی آبرسانی می‌گوید که برای 3000 خانه در بخشی از پایتخت آبرسانی می‌کنند. او می‌گوید میزان توزیع آب با شیوع ویروس کرونا از 2500 متر مکعب به 4500 متر مکعب در ماه رسیده است. ما قبل از دوره قرنطین ماهوار مصرف آب ما برای تمام مشتری ما که 3000 مشتری داریم اینجا، بالاتر از 3000 مشتری داریم، 2500 متر مکعب آب بود. حالا که مصرف دو برابر شده حتی به 4500 متر مکعب آب شده. شماری از پایتخت نشینان تاکید دارند که چگونگی استفاده از آب برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا چند برابر افزایش یافته است. در این دوره قرنطین ما به آب بسیار ضرورت داشتیم و دوره وقت بود آب 500 مصرف ما میامد. در این قرنطین مصرف و آب ما حدوداً 1500-2000 مصرف آب ما میامد. قبلا که بود چای که استفاده میکردن مردم دقیقاً 60 متر 80 تا صد. اما حال استفاده مردم که چهار جور کرده است تقریبا تا 250 متر استفاده کرده چون همون سطح آب پایین رفته است. با این همه اداره ملی تنظیم آبها میگوید که در سالهای پسین سطح آبهای زیرزمینی هرچند روز به روز کاهش یافته اما میزان آبهای سطحی بیشتر شده است. دقیق نمیخوام میزان آبی که استفاده میکنم چه مقدار است، اما مطمئن هستم در روزهای کرونایی آبی که استفاده میکنم بیشتر از روزهای عادی بوده. آیا متوجه هستین و در نظر گرفتین که هر قدر آبی که ما در این روزها استفاده میکنیم و به احتیاطی میکنیم در استفاده از آب به همون میزان در کاهش آبهای زیرزمینی رول مستقیم دارد؟ شمار پروازهای عبوری از فضای افغانستان بیش از 50% کاهش یافته است. جزئیات بیشتر در گزارش. بیشتر کشورها پروازهایشان را از سر گرفتند، به شمول افغانستان. نزدیک به 2 هفته پیش کابل گواه آغاز این پروازها به گونه رسمی بود. ظاهرا این پروازها با تدابیر ویژه بهداشتی صورت می گیرد. اما هنوز پروازهای عبوری از فضای افغانستان عادی نشده است. آمارهای اداره هوانوردی ملکی نشان می دهد که در 24 ساعت نزدیک به 150 هواپیما از فضای افغانستان عبور می کند
بر بنیاد این آمار شمار پروازهای عبوری بیش از 50% کاهش یافته است. هر هواپیما با عبور از فضای افغانستان $700 می پردازد. ما در حدود 140 الی 150 پرواز در هر 24 ساعت از حریم هوایی افغانستان عبور می کنند، در حالی که قبلا به حدود 40 الی 50 پرواز رسیده بود. و دلیلی که چرا هنوز تعداد پروازها کم است این است که هنوز پروازهای منظم شرکت‌های بین‌المللی هوایی در جهان به طوری که قبل از مشکلات ویروس کرونا بود دوباره آغاز نشده. ویروس کرونا بخش هوانوردی کشور را $30 میلیون زیان رسانده است. جدا از دو شرکت هوانوردی داخلی که $32 میلیون آسیب دیدند. اما در کل درآمدهای کشور در تمام بخش‌ها کاهش یافته است. کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان میگوید که حکومت افغانستان با کسر بودجه 48 میلیارد افغانیگی روبرو است. شوربختانه کسر بودجه 48 میلیارد افغانی را حکومت افغانستان داره و نظر به گسترش ویروس کرونا، قرنطینه شدن شهرهای بزرگ و بسته بودن مرزها، ما در حدود 36 میلیارد افغانی کسر بودجه داریم که 12 میلیاردی هم در اول سال مالی بود که اگر جمع بکنیم مجموعاً 48 میلیارد با کسر بودجه حکومت افغانستان مواجه است. دو شرکت هوانوردی خارجی پروازهای خود را از فرودگاه کابل اثر گرفتند و فردا یکی دیگر از شرکت‌های هوایی پروازهای خود را به افغانستان آغاز خواهد کرد. در خارج از کشور، وزیر خارجه ایران می‌گوید که اقدام‌های زورمندانه اقتصادی آمریکا را با قوت پاسخ خواهد داد. جواد ظریف که به مجلس این کشور فراخوانده شده بود می‌گوید مهمترین هدف را که آمریکا در ایران دنبال می‌کند جدا کردن مردم از حاکمیت و ناکار آمد نشان دادن دولت این کشور و مشروعیت زدایی از نظام است. والها مهمترین های ورزش با ادریس فاروقی. فرید سادات ملی پوش تیم ملی فوتبال افغانستان به موسن سلامت در لیگ دسته یک فوتبال فنلند پیوست. قرارداد سادات با این تیم فنلندی تا پایان فصل جاری مدار اعتبار است و در صورت توافق دو طرف قابل تمدید است. این مهاجم 22 ساله فوتبال کشور در بازی اخیر تیمش که با شکست 2-0 موسن سلامت به همراه بود 85 دقیقه بازی کرد. هفته 34 رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا شب گذشته با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد. در مهمترین بازی رئال مادرید بیرون از خانه مهمان اتلتیکو بلباو بود که این دیدار در پایان با تکل راموس برای کهکشانی‌های مادرید به همراه بود. در دیگر دیدار این شب ویارال در خانه به مصاف بارسلونا به میدان رفت که در پایان آبی و اناری های بارسلون با حساب 4-1 حریفشان را در این دیدار شکست دادند. در دو دیدار دیگر لگانس با یک گل برابر اسپانیول به برتری رسید و اوساسونا با تساوی بدون گل برابر خطافه متوقف شد. در جدول ردبندی این لیگ رئال مادرید با 77 امتیاز در صدر قرار دارد و بارسلونا همراه با اتلتیکو مادرید هر کدام 73 و 62 امتیازی رده های دوم و سوم را در اختیار دارند. این بود مهمترین های خبر که تقدیم شما گردید. وقت بر همه شما خوش. الله حافظ.